سلام. سلام. شرکت استخدام کارگران خانگی در سطح بین المللی؟ چه خدمتی از دست من برمیاد؟ یه دختر لازم دارم که برای من کار بکنه. میتونین تشریف بیارین دفترمون و به کاتالوگمون نگاهی بندازین. میتونین یه دختر رو انتخاب کنین. اگه عربی بلد باشه حقوقش ماهیانه 200 دلاره. اگه بلد نباشه 150 دلار. 2 سال و 3 ماه براتون کار میکنه. بدون تعطیلات حتی یک روز. حق ترک خونتون رو هم نداره. میخواستم درباره گذرنامهش سوال کنم. گذرنامه دختره؟ باید پیش خودتون نگهش دارین و قایمش کنین. نظام حمایت موسوم به کفالت توسط سازمان‌های حقوق بشر به عنوان بردهداری مدرن توصیف شده است. این سیستم کارگران را به کارفرمایان خود وابسته می‌کند. آنها نمی‌توانند بدون اجازه رئیس خود تغییر شغل داده یا از کشور خارج شوند. به محض فرود، گذرنامه‌ت رو می‌گیرند. هیچ راهی برای تماس با دیگران نداری. این یه مشکل رو به رشته. من الان تو عربستان سعودی هستم. اگه تلفن رو تو دستم ببینن اونو از من میگیرن. هموطنان کنیایی من نجاتم بدین. به مردم و سفارت کشورم لطفاً نجاتم بدین. اتهام‌های بیشتری درباره شکنجه خدمتکارها در عربستان سعودی افشا شده است. کارفرمای عربستانی 24 میخ در دست‌ها و پیشانیش فرو کرده است. دولت کنیا صادرات خدمتکاران خانگی را بلافاصله متوقف کرد. فیلیپین، نپال و اتیوپی شهروندانشان را از سفر به لبنان منع کردند. گرچه کسانی که بسیار ناامید هستند راهی برای دور زدن این ممنوعیت پیدا می کنند. من 12 ساله برای کار تو لبنان خدمتکار استخدام می کنم. این کار تو خونم. دختره رو می خواهیم. کی می تونید بیاریدش اینجا؟ باشه، منتظرتون هستم. فرودگاه رو بستن. چرا بسته است؟ شنبه جلوی چند تا دختر رو گرفتن. باید شنبه می رسیدن بیروت، ولی اینطور که معلومه خبری نیست. اونا باید شنبه شب از مانیل راه می افتادن. اونطوری امروز می رسیدن، ولی نتونستن سفر کنن. می دونین چرا جلوشون رو گرفتن؟ ماهر چیکو؟ چون دارن غیرقانونی سفر میکنن. غیرقانونیه؟ برای اینکه سفرشون غیرقانونیه. از 2006 تا الان همینطوریه. ما به مسئول مهاجرت رشوه میدیم. اونا قانونی وارد لبنان میشن با ویزا و هر چیزی که لازمه. تو لبنان قانونیه، اما خروج از فیلیپین غیرقانونیه. ماری ویک. بله. فندک برام بیار.
ماری ویک اومد خونه ما. آره، ترسیده. ما اونو نمیشناسیم و اونم ما رو نمیشناسه. بعد از دو سه ماه کلید خونه ما دستشه و میتونه هر کاری میخواد تو خونه بکنه. اما گذرنامهش دست ماست. چرا؟ وقتی برای کار سفر میکنی، برای کسب درآمد سفر میکنی. داری میری که به کارفرمات بله بگی. با اونا به شکل انسانی رفتار میکنی. ولی خط قرمز و احترامی هست که نمیتونن زیر پا بذارن. این چیزیه که منتقدان میگن. مشکل سیستمه. میفهمین چی میگم؟ سیستم مشکل داره؟ این چیزیه که منتقدان میگن. فکر نمیکنم تو این دنیا حقوق بشر وجود داشته باشه. به هیچ وجه. شاید تو اروپا باشه، ولی تو خاورمیانه نیست. من این کارو کنار نمیذارم. چون هم دارم به خودم کمک میکنم و هم به دیگران. فقط دخترای کنیایی نیستن که میرن خاورمیانه. دخترای تانزانیایی، اوگاندایی و فیلیپینی هم هستن. از همه جای دنیا دختر هست و به اسم پناهنده اونجا نمیرن. میرن اونجا درآمد کسب کنن. میرن پول در بیارن با کار کردن. به عنوان پرستار بچه برای کار رفتم امارات. و دیدم با خدمتکارای خونگی چطوری رفتار میکنن. اونا سالها بدون دریافت دستمزد کار میکردن. اجازه نداشتن برگردن خونشون. کتک میخوردن. مورد آزار جنسی قرار میگرفتن. به بعضیاشون تجاوز میشد. این رفتار غیر انسانی بود. روزی که به عنوان سناتور سوگند خوردم، روزی بود که مبارزه رو شروع کردم. الان که داریم حرف میزنیم کجا هستی؟ خونه کفیلم هستم. دارم لباس میشورم. مشکل اصلی چیه؟ خیلی صبور بودم ولی دستمزد منو ندادن. شوهرم سال قبل مرد در حالی که من اینجا گیر کرده بودم. بچه هام توی خونه زجر میکشن. نمیتونم براشون پول بفرستم. اگه با این آدم ها بحث کنی بهت صدمه میزنن. از تو میخوام که آروم باشی. تو رو با دستمزدت به خونه برمیگردونیم. من تصمیم نگرفتم برم خاورمیانه. چاره ای نداشتم. اون زمان شوهرم کار نداشت. باید شکم بچه هامو سیر می کردم. پس این تنها گزینه ممکن بود. اگه خانواده خوبی گیرت بیاد شانس آوردی. ولی به کسی توصیه نمی کنم برای کار به خاورمیانه بره. اونجا آخرین جاییه که زنهای کنیایی باید برای رفتن انتخاب کنن. اینجا در نایروبی خانواده‌ای در حال عزاداری برای خیشاوند خیش است که در اردن درگذشت. جسد یک کنیایی دیگر با هواپیما از عربستان سعودی به کشور رسید. کتک خوردند، شکنجه شدند و مورد تعرض جنسی قرار گرفتند. تقاضای کمک گروهی از زنان کنیایی از بازداشتگاهی در عربستان سعودی. کارفرما منو زندانی کرد. باید بهش پول میدادم تا به من اجازه سفر بده. فقط عربستان سعودی نیست، کل منطقه خلیج فارسه. در بیشتر این کشورها اگر بدون مدارک قانونی در خیابون راه بری، دستگیر میشی. قرار بود بیام توی رستوران کار کنم. ولی در کمال تعجب فهمیدم کارم تو خونه است. به هم گفتن 5 روز در هفته و روزی 8 ساعت کار میکنی. هر ماه $400 بهت میدن. اونا گذرنامه‌مو گرفتن. بعد از رسیدن به اونجا دیگه گذرنامه‌مو ندیدم. روزی چند ساعت کار میکردی؟
تقریبا 18 ساعت. بهت پول میداد؟ نه. هیچی. پول نمیداد؟ نه، نمیداد. دستمزدی نمیداد؟ نه. با کارگزار تماس گرفتم. بهش وضعیتم رو گفتم. گفت اومدی اینجا کار کنی، نه بازی. سعی کردم براش توضیح بدم که بله، اومدم کار کنم، اما شرایط چیزی که دارم تجربه میکنم زندگی عادی نیست. تو لبنان آژانس‌های کاریابی زیادی هست که به شکل قانونی کار نمی‌کنن. شما با ماشین یا اشیا سر و کار ندارین. با یه انسان سر و کار دارین. برو تو. به عنوان یه آژانس ما باید میانجی باشیم تا به کارفرما و متقاضی مشاوره بدیم. خوش آمدید. ما یه افتخار ماست. بفرمایید. لام لام. بیا. لام لام. این خانم و آقا هستند. سلام. لام لام دختر خیلی فهمیده ایه. مثل بقیه یه دخترها نیست. عربی صحبت میکنه یا انگلیسی؟ یه کمی میفهمه، اما مسلماً مسلط نیست. آهان، فهمیدم. بگو چند سالت لام لام؟ 22. 22 سال. بلده چطوری جواب بده؟ قرارداد اینه که ماهیانه 150 دلار به اون بده. دو ماه اول حقوقی بهش نمیدیم، درسته؟ نه. معلومه که باید بده. شما تنها آژانسی هستین که این حرفو میزنین. منظورتون چیه؟ برادر، ما 20 ساله داریم این کارو میکنیم. من همه چیزو از مادرم یاد گرفتم. اگه بخوایم میتونیم پول از دخترها بگیریم و هیچ کسی هم نمیفهمه. تعجب میکنم بقیه آژانس‌ها گفتن میتونی. این کار دزدیه. بذار برات توضیح بدم. همه کارفرماها مثل هم نیستن. بعضی کارفرماها با دخترها خشن رفتار میکنن. بهشون غذا یا وقت استراحت نمیدن. ما آدما رو میشناسیم و میدونیم چطوری رفتار میکنن. پس بیاین قرارداد رو امضا کنیم. البته، باشه. تو این شغل نمیتونی به هر کسی اعتماد کنی. چون هیچ قانونی وجود نداره برادر. هیچ قانونی. بذار اینطوری بهت بگم. دولت‌های خاورمیانه به قانون احترام نمیذارن و همه آدمای دنیا دنبال پول هستن. فقرا پول لازم دارن و آژانس هم پول لازم داره. نمیتونم تمام سود مورد نظرمو از لبنان در بیارم. برام کافی نیست. باید تو کشورهای دیگه هم کار کنم. برای همینه که میخوام کارمو گسترش بدم، چون با آژانس‌های کشورهای آفریقایی ارتباط دارم. خدا شغل خوبی بهم عطا کرده. اونا خانواده‌های فقیر رو هدف میگیرن، دخترای بی‌سواد رو. وقتی خدمتکار خونگی استخدام میکنن، هیچ پیش شرطی وجود نداره. تنها چیزی که لازم دارن گذرنامه است. پس این تنها شغلیه که این دخترها میتونن پیدا کنن. وقتی از اینجا رفت حالش خوب بود. 4 سال تو عربستان سعودی بود. تو بیمارستان بستری شد. انداخته بودنش دور. وقتی به اینجا رسید نمیتونست حرف بزنه. حتی الانم حرف نمیزنه. نمیدونن چه اتفاقی براش افتاده. فقط میتونه با حرکات دست ارتباط برقرار کنه. نشونمون بده چه اتفاقی افتاد. نشونمون بده. یه جوری نشون بده. میشه لطف کنی نشونمون بدی چطوری تو خاورمیانه با دخترامون بدرفتاری میکنن؟ اینطوری میتونیم جلوی این کارو بگیریم. نشونمون بده چطوری بهت صدمه زدن. چطوری بهت صدمه زدن؟ سیم. با سیم تو رو بستن. با آب داغ بود. با اتو بود. ها؟ فقط امیدواریم یه روزی بتونه حرف بزنه. میخواد یه چیزی به همون بگه، ولی ما نمیتونیم بفهمیم. گریه نکن. دخترها به من میگن
اگر قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی نیستین، بذارین ما بریم عربستان سعودی و اونجا بمیریم. فکر نمی‌کنم دولت کنیا به این مشکل توجه کافی کرده باشه. باید این کارو متوقف کنیم. به عنوان زن‌های این کشور باید این کارو متوقف کنیم. دولت‌های کنیا و عربستان سعودی در حال کار روی تفاهم‌نامه‌ای هستند تا اطمینان حاصل شود که از کارگران کنیایی در عربستان سعودی به خوبی محافظت می‌شود. کنیا و عربستان سعودی از روابط گرم و دوستانه دیرینه‌ای برخوردارند. کشور پادشاهی عربستان سعودی در 4 دهه گذشته بیش از 15 میلیارد دلار به کنیا پرداخت کرده است. دو کشور در حال کار روی چارچوب روابط کاری هستند. همونطور که سفیر گفت، به زودی تفاهم‌نامه‌ای امضا می‌کنیم. ولی دست کم برای تصحیح برداشت‌ها عرض می‌کنم. با کارگران کنیایی زیادی ملاقات کردم. بعضی‌هاشون از حوزه انتخاباتی خودم بودند که سال‌هاست اونجا کار و زندگی می‌کنن و برای خانواده‌هاشون پول درمیارن. در حال حاضر دخترای کنیایی داریم که با سوختگی‌های شدید از اردن برگشتن. واقعا نمیدونم با چه چیزی روبرو میشم و نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. نمیشه. ببخشید، اینا با منن. شما مجوز این کارو ندارید. نباید چنین کاری بکنید. باید اول مسئولین مربوطه رو ببینید. فقط میخوایم دختره رو ببینیم. فقط دختره رو. حال مری چطوره؟ اونجا بستریه. با 100% سوختگی روی بازوهاش و 47% سوختگی تو جاهای دیگه بدنش. 100%؟ بله، 100% سوختگی. اون رفت اونجا تا با کار کردنش از شوهر و 4 تا بچهش مراقبت کنه. رفت تا اونا رو تأمین کنه و معلول برگشت به کنیا. حالا معلوم نیست اصلا زنده بمونه یا نه. رئیسش به من تلفن کرد و گفت مری مریضه. فردا برمیگرده خونه. سوخته بود؟ به من نگفت که سوخته. اصلاً راجع به وضعیتش چیزی به من نگفت. این مال وقتیه که به فرودگاه رسیدن. تمام راه از اردن تا اینجا روی صندلی چرخدار نشسته بود. الان اینطوریه. حالا دنیا داره میفهمه چه به سر این کارگرا میاد. به عنوان یه مادر و یه رهبر در مقابل چنین کثافتکاری دست رو دست نمیذارم. ما حیوان نیستیم. دیگه دنیا جای تجارت برده نیست. این وقتی که رابطه من و مری شروع شد. این وقتی که صاحب اولین فرزندمون جسیکا شدیم. خواهرش به اون گفت یه کارگزار استخدام هست که هر کاری برای تو میکنه. به اون گفتم اشکال نداره، برو. هیچ وقت فکر نمی کردم زنم با اون وضع برگرده. فکر می کردم سالم برگرده با پولایی که در آورده. ولی وقتی فهمیدم کاملا سوخته، خیلی عصبانی شدم.
سلام، چطورین؟ آقا یوسف اینجاست، درسته؟ سلام، خوب هستی؟ چطوری؟ حالت خوبه؟ خوب هستی؟ خوبم، ممنون، بفرما تو. همه این متقاضی ها آماده ای استخدامن. اینو میخوام. عکس آخرین گروه رو برات فرستادم، درسته؟ زیباست. ببین چقدر زیباست. بله زیبا. 11 تا دختر مثل این دارم. آره، هوش از سرت میبرن، اما همشون این شکلی نمیان اینجا. خیلی دلم میخواد همه چی مرتب باشه، همه چی خوب پیش بره. زود باشین، بیان بریم. فقط ساکت بشینید، باشه؟ اسم چیه؟ ریتا. و تو؟ پاولینا. پاولینا، موبایل داری؟ موبایلاتون رو نگه می‌داریم، بعداً اگر کارفرماتون اجازه داد میتونید ازش استفاده کنید. بعد از آزمایش پزشکی برمیگردید به دفتر و کارفرماهاتون یکی یکی میان دنبالتون، باشه؟ خیالتون راحت باشه. ممنون. خواهش می‌کنم. باید یه چیزی رو بدونین. ما حرف زدنمون اینطوریه، داد نمیزنیم. نباید از چیزی بترسین. ما با صدای بلند حرف میزنیم. خیلی خوب. ما هر ماه حقوقتون رو میگیریم، توی بانک نگر میداریم، وگرنه باید برای خانواده‌هاتون بفرستین. نذاریم پیش کارفرماتون بمونه، باشه؟ من 2 بچه دارم، یه پسر یه دختر. باید براشون یه خونه قشنگ بسازم، خرج و تحصیلشون رو بدم. دلیل اومدنم اینه. همه ی پولات رو برای بچه‌هات نفرست، یه کمی هم برای خودت نگه دار. میتونی زمین بخری و خونه بسازی همونطور که گفتی. خب پس نگران نباش. به اینجا خوش اومدین، انتخابتون خوب بود. آقا یوسف یکی از بهترین کارگزارای اردنه. متشکرم پدر، باید پدر صداتون کنم. واقعا ممنون. واقعا پدری واسه خودش. خیلی ازت متشکرم. تو هم خیلی زیبا هستی. ممنونم. مری کیبانا از بدرفتاری کارفرمایش در اردن شکایت داشت. سپس حادثه ای رخ داد. انفجار گاز سبب سوختن وی شد. توی آشپزخونه بودم. جیغ زدم. خانوم، منم مری. دارم می سوزم. لطفاً کمکم کنید. خانوم. وقتی اومد حس کردم. انگار یکی داره به هم لگد میزنه. کجاست؟ این دختر کجاست؟ سلام. حالتون چطوره؟ خوشوقتم. مری، حالت چطوره؟ درد داری؟ درد داره؟ ولی خوب میشی. قبل از ترک اونجا گذرنامه تو پس گرفتی؟ نمیدونم کجاست. حقوقت چطور؟ فکر نکنم حقوقمو به هم بدن. واقعا هیچ وقت حقوقی نگرفتم. میترسم. بهت کمک میکنم خواهر جان. چطوری از پس این وضعیت بر بیام؟ این مبارزه توه خواهر. با کمک خدا موفق میشی، پیروز میشی. شیطان دروغگوه. از پس این سختی برمیای. باشه. با تمام کارهایی که براشون انجام داد نمیخوان حقوقشو بدن. با دست خالی برش گردوندن. حتی اگه مری خوب بشه دیگه نمیتونه کار پیدا کنه. اگه اجازه مرخص شدن بهش بدن میبریمش خونه. این تنها کاریه که از دستم برمیاد. دیگه نمیدونم چه کار کنم.
دیگه گریه نکن. باشه؟ گریه نکن. بهش کمک میکنن. خب، گریه نکن. ناراحت نباش. میتونین با جزئیات توضیح بدین روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟ تمام جزئیات رو نمیدونم. کارفرما به من تلفن کرد که برای مری حادثه ای رخ داده و توی بیمارستانه. دادستان ناحیه و پلیس تحقیق کردن. این پیش آمد یه حادثه بود. اگه میتونستم جلوی پیش آمدنشو بگیرم این کار رو میکردم. ولی خواست خدا این بود. اینجا توی اردن هر کاری از دستمون برمی اومد رو انجام دادیم. کارفرما خواست با خاموش کردن آتیش به او کمک کنه. به آمبولانس زنگ زد تا اون رو به بیمارستان ببرن. اگه کارفرماش آدم بدی بود، تمام خرجهای بیمارستان رو پرداخت نمی کرد. به خانوادش در کنیا خبر دادین که چه اتفاقی افتاده؟ چی؟ به خانوادش در کنیا خبر دادید؟ نه، خبر ندادم. نه. سلام، شما پیتر هستید؟ بله، من پیترم. من از اردن زنگ میزنم. بله، متشکرم. زنگ زدم بهتون بگم که حال مری خوبه. فردا بعد از نیمه شب میرسه به فرودگاه. بلیت مری رو براتون میفرستم. فردا آمبولانس لازم داریم؟ ببخشید؟ آمبولانس لازم داریم؟ ماشین اورژانس. نه، میتونید بدون آمبولانس ببرینش، مشکلی نیست. الان حالش چطوره؟ خوبه، میتونه حرف بزنه، میتونه راه بره، حالش خوبه. حقیقت رو مخفی کرده بود. اصلاً نمیخواست بدونیم که سوختگی مری در چه حدیه. فکر کردیم فقط یه کمی سوخته. نمیدونستیم که سوختگی شدیده. چون گفت که مری میتونه راه بره، میتونه حرف بزنه انشالله. پس دنبال راهی بودن که از شر مری خلاص بشن. و تنها راهش این بود که دروغ بگن. بعضی وقتا دختری از کشورش میاد و اگه باردار یا مریض باشه مشکل بزرگیه. اینطوری باید برش گردونی به کشور خودش. ما توی مرکز پزشکی خصوصی ازشون آزمایش‌های پزشکی میگیریم. بعد از این کار اگه وضعیتش خوب باشه کارمزد منو میفرستن. با آزمایش بارداری شروع می‌کنیم، بعد مقاربتی و هموگلوبین، بعدش دو تا آزمایش برای کلیه‌ها و بعد هم دو آزمایش برای عملکرد کبد. آزمایشاشون طبیعیه، مشکلی باهاشون نداریم. خدمتکارای خوبی هستن. تو آزمایشا مشکلی نبود. خب، اینا متقاضی های ما هستن. 5 تاشون دیشب رسیدن. این دوستمون هم هست که میخواد کارفرماشو عوض کنه، درسته؟ آره. خب، میخوای تازه وارد سوالی بپرسی؟ میدونی قراره اینجا چه کاری انجام بدی؟ مادرم توی فیلیپینه و اون میخواد که من اینجا... سوالش این نبود. میدونی قراره چه کار کنی؟ اینجا تو اردن کار کنم. چی؟ به عنوان مهندس، دکتر، خدمتکار؟ نه، خدمتکار خونگی. پس میدونی کار چیه؟ بله، بله، کمک خونگی. سوال همین بود. تو مشکلت چیه؟ کارفرمان به هم نگفته بود که نباید به مادرش دوتا دارو بدم. من از کجا بدونم وقتی اون نگفته؟ تنها اشتباه هم همین بود. به مادرش داروی اضافه دادی؟ آره. براش کارفرمای دیگه پیدا میکنیم و قرارداد جدیدی امضا میکنه. لطفاً بگو اسمت چیه؟ دیانا. دیانا. دیانا، مشکلت چیه؟ یه جن به هم حمله کرد. یه جن بهش حمله کرده.
خودش که اینو میگه. یه جن بهش حمله کرد و شروع کرد به رقصیدن. نمیتونه بدنشو کنترل کنه. من به جن اعتقادی ندارم. ولی سلامتی اون برام مهمه. چرا داری تو این ویدیو میرقصی؟ یادم نمیاد. یادت نمیاد چه اتفاقی افتاد؟ در این صورت اونو برمیگردونیم به کشورش. بیا دوست عزیز، بیا. اینجا مهمون خونه ماست. ایستگاه موقتی برای یه شب. بعدش هم میرم پیش کارفرماشون. این اتاق خوابه. شب یه تشک میگیرن. اینم آشپزخونه مونه. بیا. بیا بریم. اینم بالکنه. میتونن بیرون باشن. چرا دوربین دارید؟ اون دوربین رو گذاشتیم چون قبلا به مشکل برخوردیم. بعضی از متقاضی‌ها دعوا می‌کردن. بعضی‌ها اینجا رو آتیش زدن، یعنی خونه رو آتیش زدن. چون نمی‌دونستن چطوری از اجاق گاز استفاده کنن. به خاطر امنیت خودشون از اونا فیلم می‌گیریم. و بیرون. دوست عزیز، لطفاً بیا اینجا. این دوربین‌ها قلابی‌ان. توشون هیچ سیمی نیست. فقط واسه تحت تاثیر قرار دادنه. متوجه این که قیمت هر کدوم از اینا 3 دلاره. اما جلوی اونا چیزی نگو باشه؟ ممنون. خدافظ خانوما. یادمه وقتی رفتم بیمارستان عیادت مری بهم چی گفت؟ گریه کرد. مری بهم گفت فکر نمی کنم زنده بمونم. برام خیلی ناراحت کننده بود. بچه های بیچارش تنها بی کس میمونن. ای خداوند لایزال، در این صبحگاه تو را سپاس میگوییم از این که به مری زندگی دادی و برای تمام سالهایی که در کنار ما بود سپاسگزاریم. بیایید شکر خدا را به جا بیاوریم و با هم دعا بخوانیم. قوی باش. شماره منو داری؟ شماره منو بگیر برای وقتی که اوضاع سخت شد و کسی رو نداشتی بهش اتکا کنی. باش. به من زنگ بزن. قوی باش و همه چیز رو به خدا بسپار. حالا مسئولیت بزرگی روی دوش توه. تنها کسی که میتونه کمکت کنه خداست. فقط خدا. وقتی برگردی خونه پیش بچه ها حالت بهتر میشه. میدونم. بله. در حال پیگیری پرونده ای هستم. مری کیوانا که در اردن سوخت و فوت کرد. استخدام کنندش در اینجا شما بودید. هیچ پول یا خسارتی به این زن پرداخت نشد. خانوادش تنگ دسته. من خیلی ناراحتم و در حال حاضر هیچ پولی ندارم. ها؟ الان ورشکستم. من درخواست پول ندارم. شما استخدام کننده او هستین. از طرف او وکالت داری؟ مطمئنید کارگزارش من بودم؟ قرارداد آژانس کاریابی شما توی دستمه. اسم و آدرس شما اینجا نوشته شده. این همون آژانس کاریابیه که مری استفاده کرد. امکان نداره من باشم. ببخشید. فکر میکنم یکی باید هولشون بده. وقتی چیزی رو دنبال میکنی باید هر روز بهشون فشار بیاری. هر روز تا وقتی که تموم بشه. سلام. دکتر محمود؟ بله بفرمایید. ما در حال ساخت فیلمی درباره خدمتکاری کنیایی هستیم. اسمش چیه؟ مری کیوانا. میتونیم بیاییم و با شما صحبت کنیم تا جزئیات بیشتری از پروندهش رو بدونیم؟ معلومه که نمیشه. این اطلاعات محرمانه بیماره. اگه از طرف خانوادهش اجازه رسمی داشته باشیم چی؟ اون موقع میشه؟ نه. اگه جعلی باشه چی؟ اگه از طرف دولت تایید شده باشه چی؟ باید شخصا بیان با مدارکی که هویتشون رو تایید کنه. میتونن ثابت کنن که بیمار رو میشناختن. باید اسمو تایید کنیم. پروسه پیچیده‌ایه.
اصلا چرا دارید درباره اون فیلم میسازید؟ خدمتکاری بود که سوخت و بعدم برگشت خونش. چند روز پیش یه خانواده رو آوردن اینجا، مادر، پدر و 5 تا بچه. 3 تاشون مردن. چرا یه مطلب افشاگرانه درباره اونا نمی نویسین؟ بیایید به بیمارستان البشیر، میتونم 5000 تا مورد مهمتر بهتون معرفی کنم. 5000 تا. برای جبران خسارت خانوادهش چی کار کرده این؟ او در اردن بیمه عمر و خدمات درمانی داشت. چون در کنیا مرد، از بیمه عمر اردنیش غرامتی به او پرداخت نشد. البته بیمه درمانیش بخشی از هزینه بیمارستان رو پرداخت کرد. مگر وظیفه شما نیست که برای خانوادهش غرامتی دریافت کنید؟ بله، درسته، ولی من فقط واسطه هستم. من دایه های خارجی رو با کارفرما آشنا می کنم و در طول قرارداد 2 سالشون در جریان قرار می گیرم. توی وضعیتی بودم که اصلا نمی دونم چطوری توضیح بدم. من با آقا تو خونه تنها بودم. اومد جایی که خوابیده بودم و به هم گفت میخوامت. بهش گفتم نه، نمیتونم، من شوهر دارم. به هم گفت تو خونه من هستی و باید تو این خونه از قوانین من اطاعت کنی. من تو حموم بودم. بعد اون اومد و در رو باز کرد. چون در کلیدی نداشت که قفلش کنم. نگاه کرد و بازم اصرار داشت بیا تو. وقتی اومد تو داد زدم. رفت بیرون. داشتم میلرزیدم و اون فقط میخندید. اون لحظه دیگه نتونستم تحمل کنم. فقط اومدم بیرون و فرار کردم. خیلی ناراحت بودم. خسته شده بودم. دیگه نمیتونستم تحمل کنم. بعد ملافه هام رو برداشتم. 3 تا ملافه داشتم. به هم بستمشون. ازشون استفاده کردم که از پنجره برم پایین. تو کدوم طبقه بود؟ چقدر با زمین فاصله داشت؟ طبقه سوم. طبقه سوم؟ بله. نمیترسیدی؟ ترسیده بودم، اما از چیزی که داشت به سرم می اومد تصمیم گرفتم که حتی اگر بمیرم بهتر از چیزی که سرم می اومد. چیزایی که داشتم می کشیدم. خیلی گیج شده بودم. حتی آرزو داشتم بمیرم، چون تجربه سختی بود. من هرگز... خیلی سخت بود. دلم نمیخواد به یاد بیارمش. ولی خدا رو شکر الان دیگه جام امنه. برو تو! خانم خونه کجاست؟ برو تو! برو تو! برو تو! داری میافتی دختر! برو تو! سازمان اطلاعاتی لبنان گزارش داده هر هفته 2 تا کارگر میمیره. خیلی از مرگ‌ها خودکشی بوده یا حین تلاش ناشیانه برای فرار که زنهای مهاجر ترجیح دادن از ساختمون بپرن تا اینکه بیشتر باهاشون بدرفتاری بشه. ما رو تو این گزارش مثل شیاطین نشون دادن. واقعا هر هفته 2 نفر پریدن؟ چرا؟ مگه زیر بالکن استخره؟ تو دفتر ما 20 ساله از این اتفاقا نداشتیم. چرا؟ هیچ وقت از این چیزا نداشتیم. هیچ وقت نداشتیم. بله فراری داشتیم، ولی هیچ وقت مشکلات اینطوری نداشتیم. اگه آژانس بدی باشین نمیان سراغتون. به همین سادگی. ما
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در نایروبی است تا با رئیس جمهور عهور کنیاتا دیداری داشته باشد، چرا که هر دو کشور به دنبال بهبود روابط تجاری هستند که بعد از قانون منع صادرات کارگران خانگی دچار تنش شده است. عربستان سعودی همچنین بر پایبندی خود برای تامین بودجه پروژه‌های عمرانی در کنیا که برای هر دو کشور مفید خواهد بود تاکید کرده است. خوشحالم که اعلام کنم تفاهم نامه استخدام کارگران خانگی با موفقیت امضا شد. عربستان سعودی متعهد است که از توسعه در این کشور خوب حمایت کند. میدونین چیه؟ نمیدونم چطوری میخواییم این مشکل رو برطرف کنیم. دولت کنیا میدونه، عربستان میدونه، اردن میدونه، پس همه میدونن. و باز هم جلوش گرفته نمیشه. این یه تجارته، درست مثل مواد مخدر. نمیشه جلوش رو گرفت. سناتور. سلام، شما دارین از من دوری میکنین. میدونین که با کلی داستان درباره خاورمیانه بهتون زنگ زدم. ببینید، من توی جلسه‌ام. مری چی شد؟ همون دختری که سوخت و تو بیمارستان کنیاتا مرد، با داستان اون به کجا رسیدین؟ فکر نمیکنم. میدونین که پرونده بحث‌انگیزی بود سناتور. نظرتون اینه؟ به هر حال میدونین مشکل شما چیه؟ حتی نرفتین از اون دختر تحقیق کنین. پس داستان کاملا یه طرف است. از خود مری چیزی شنیدین؟ نه، ولی از سفارتمون یه گزارش دریافت کردم. بله، این گزارش هست، ولی به حرفای مری گوش کردین؟ گوش نکردین. پس چطوری حرف اون آدما رو باور کردین؟ اونا اردنی هستن. به دختر خودتون، به مری گوش کردین؟ مری دختر ماست. به بیمارستان رفتین؟ ای واشنگتن، واشنگتن، خودم شخصا میام کتکت میزنم. خیلی احمقانه است. میبینین طرف میخنده، انگار این قضیه خنده داره. دارن کلی پول از این کار در میارن. حس میکنم که شکست خوردم. حس میکنم که دولت شکست خورده. حقیقت اینه. وقتی یه رهبری، مردم پیشت شکایت میکنن و وقتی نمیتونی کمکشون کنی، حس میکنی بی‌مصرفی. حس میکنی نمیتونی به عنوان یه رهبر وظایفت رو انجام بدی. به واسطه مسیح مقدس روح دخترمان را در آغوش تو قرار می دهیم. خداوند اشک را از چشمانشان پاک کند. خورشید دیگر او را نمی سوزاند. بدن او را به خاک باز می گردانیم. خاک به خاک، خاکستر به خاکستر، زمین به زمین. از کسانی که در بیمارستان کنار مری موندن تشکر می کنم. آسون نبود، آسون نبود. به قلبهای قوی احتیاج داشت. ما باید به عنوان مادر کنار هم باشیم. دخترانی که به خاورمیانه میرن دختران ما هستند. فرزندان مری، فرزندان من هستند. مسئولیت اونها با منه، نه فقط چون رهبرم، بلکه به عنوان یک مادر. اما دیگه چه کسی کنار من میسته؟
امروز تا زمانی که به عنوان زنان این مملکت دور هم بشینیم و برنامه بریزیم اینجا رو ترک نمی کنم. باشه؟ تشویقش کنی. میتونه یا نمیتونه؟ میتونه. میتونه یا نمیتونه؟ میتونه. میتونه یا نمیتونه؟ میتونه. میتونه یا نمیتونه؟ میتونه. براش دست بزنیم. Mm-hmm.